خب من به چی احتیاج دارم برای اینکه شروع کنم پی اچ پی نوشتن؟ میام اینجا سلکت میکنیم و دیلیت. من نیاز به آی دی دارم. آی دی خب ما معمولا من از روی پاورپوینت درس میدم و بعد میرم جلو. من پاورپوینت هم رو یادم باشه، پاورپوینت ها رو تو کانال تو مردم بگیست. اسمش MVC نیست داره ولی خب میام اینجا در مورد PHP صحبت کردیم، گفتیم که یه در مورد هایپر پروسسور هستش، پیش پردازنده سیستم هم پروگرام لنگویج هستش که اجازه میده که دیولوب بکنه دیگه. حالا من دارم فارسی شو براتون میگم، دیولوب بکنه سایت رو، داینامیک بکنه دیتا هایی که داخلش هستش رو، از طریق اینتراکت کنید، از طریق یا ارتباط داشته باشه با دیتابیس. و بیسش هم این هستش که بیاید یه نرم افزار رو به صورت وب اپلیکیشن. ببینید دنیا یه چیزی هم بهتون بگم، عمر تو تلفی یه سری مسائل نه. آقا من برم ویندوز اپلیکیشن یاد بگیرم، خب ویندوز اپلیکیشن یا لینوکس اپلیکیشن یا مک اپلیکیشن، من برم اینا رو یاد بگیرم. ببین دنیا کامپلت وب، الان دنیا ورد رفته دنیا به کدوم سمت؟ وبسایت. هر چی که توی دنیا می‌بینی الان وبسایت. نرم افزاره هم که داری می‌بینید توی ایران نوشته میشه، چه می‌دونم خیلی از سایت در واقع شرکت ها می‌بینی پشتیبانی مثلا استخدام میکنن، همه رفته رو وب، همه چی رو وبه. پس شما تمام فکر و ذکر تو چی باشه؟ ساختن وب. مرحله بعدی اگر حرفه‌ای شدی وبسایت طراحی کردن یاد گرفتی، تونستی فروشگاه بالا لاراول بزنی، با PHP بزنی، وبسایت‌ها رو دیگه تونستی، اکثر وبسایت‌ها که بهت میدن رو طراحی بکنی. اصطلاحاً من دارم فیلم میگیرم یا نه؟ آره خب تونستی طراحی بکنی. خب مرحله بعدی میشه در واقع اپلیکیشن اندروید نوشتن، اپلیکیشن، حالا اپلیکیشن موبایل، اسمارت مثلا فون. خب اپلیکیشن اسمارت فون چیه؟ خب ببینید الان چیز اومده دیگه، زمانه هیبریدی اومده. خب هیبریدی، هیبریدی ها چی هست؟ یا هایبرید، حالا فارسیشو بگم، هایبریدی ها چی هست؟ مثل ریاکت نیتیو، خب مثل آینیک، حالا آینیک ها من زیاد باش کار نکردم، نمیدونم چی، من ریاکت نیتیو کار میکنم بیشتر. شما ریاکت رو بلد باشه راحت با ریاکت نیتیو میایید، اصطلاحاً چیزی داریم، یه صحبتی دارم روی PWA ها، پروگرسیو اپلیکیشن، در واقع وبسایت ها، یه وبی که داریم می‌بینیم میشه پروگرسیو یا پیش‌پرداز، پیش‌رونده، پروگرسیو میشه پیش‌رونده وب اپلیکیشن. یعنی چی؟ حالا ان شاءالله حضوری هم گردیم بیشتر اما صحبت می‌کنم، نمی‌خوام وقتتون رو تو این صحبت بذاریم. اینا شما می‌تونید با ریاکت نیتیو یه اپلیکیشن بنویسید، میاد روی موبایل هاتون نصب میشه خیلی راحت روی همه موبایل ها، چه بخواد اندروید باشه چه بخواد اصطلاحا اپل یا iOS باشه. میای با یه زبان ریاکت نیتیو مینویسی، خروجی بهت میده و شما میتونید استفاده. چرا انقدر ریاکت نیتیو توی دنیا خاطر خواسته؟ توی دنیا، توی ایران، توی دنیا، یعنی اروپا بری، آمریکا بری، کانادا بری، الان ریاکت نیتیو، ریاکت کلا خیلی بازار کارش داغه. به خاطر همین هم بحث های خود فرانتشه، هم بحث همین اپلیکیشن نوشتنشه. من توصیه نمیکنم برید سراغ اندروید، خصوصا شما که میخواید شروع کنید. اندروید باید جاوا بلد باشید، جاوا خب سخته برای شما، شما باید جاوا رو دیدید چیه، خب سخته. توصیه نمیکنم عمرتون توش تلف بکنی، یعنی یک مرحله بعدی از این، بعد از اینکه تونستی وبسایت رو طراحی بکنی خوب شدی، بعد برید سراغ این مسیر، برید سراغ ریاکت. حالا ریاکت رو یاد بگیری ان شاءالله میری سراغ ریاکت نیتیو باش اپلیکیشن. دیگه مرحله بعدی میشه ای آی، واسه هوش مصنوعی که اونا قضایاش فهم. خب عمرتون رو سر ویندوز اپلیکیشن نوشتن تلف نکنید، تموم شد دوران ایشون. خب بیایم اینجا کجا بودیم، چی داشتم؟ آها اینجا میگه موبایلش میگشتن که به چه صورت هست، و میگه در واقع ما میخوایم تو این دوره کمک بکنیم که شما بتونید بیلد بکنید دیگه، حالا با پی اچ پی بسازید چیزی رو. پری ریکوست در واقع ریکوایرتون چیه، اون نیازمندیاتون چیه؟ میگه
شما برای اینکه بتونید این دوره رو خوب یاد بگیرید و شروع کنید به کار کردن، شما باید اینترنت بدونید چیه، کامپیوتر، حالا پروگرامینگ اگه فهمیدید بلد باشید، مثلا سی پلاس پلاس اینا بدونید، خیلی کمک میکنه. ندونی هم مهم نیست، اصلا صفر مطلق هم باشه مهم نیست، غلط چه صفر هم کار بکنیم. و حالا دارم میگه که دیتابیس رو حالا بلد باشی با اینترنت کار بکنی و مای اس کیو ال و حالا HTML CSS اینا هم که بهتون گفتم. خب مثلا وب سرور چیه؟ ببینید شما اگه بیاید توی کنترل پنلتون بیاید توی این قسمت حالا آن استال پروگرام که بزنید، یه گزینه داره به نام ترن ویندوز فیچر آن اور روش که کلیک بکنید یه چی گزینه‌ای داره به نام IIS اینترنت اینفورمیشن خب سرویس، اینترنت اینفورمیشن سرویس. اگر من ایشون رو فعال بکنم یه موقعی من ASP می نوشتم ایشون فعال، چه اتفاقی می افتاد؟ ببینید IPR رو بدونید، فقط من دارم از صفر بهتون میگم بدونید به چه صورت هستش. ما یه سری IP داریم، کلاس A داریم، کلاس B داریم توی نتورک، کلاس C داریم، کلاس D داریم، کلاس E داریم. این هر کدوم یه اعدادی رو اصطلاحاً اعداد هکسی رو به خودش اختصاص میده. یعنی چی؟ نگاه کن اگه من بیام توی شبکه اینجا کلیک بکنم، حالا پیشگامان فری، حالا ولش این نتورک اینترنت شیرینگ رو میذارم، گزینه چنج ادپتر آپشن رو میذارم، من فکر میکنم به اینجا هست، میام اینجا یه دیتیلز میذارم، نگاه کن داره میگه آی پی آدرس تو هستش همچین چیزی. حالا نمیدونم واقعا همچین چیزی هست یا نه، بذار این آی پی ورژن 4 رو بیارم، نه این نیستش، بذار ببینم کدوم وصلیم ما، این نتورک رو هم هست، روی ایشون کلیک میکنم و روی ایشون که بذار ببینم هست نمیدونم حالا به کدوم وصلم میگه، اینترنت هم که وصل میگه حالا فرض کنید به همچین چیزی بسته. یه آی پی اینجا شما میاد بهتون میده، یه آی پی که هستش در واقع من دارم ازش استفاده میکنم، حالا این مک آدرسی بهم میده و و و و یه سری مسائل. یه آی پی داریم ما به نام آی پی لوپ بک. بچا صدا من میشنوام؟ دستم خورد به یه چیزی، نمیدونم صدا من رو دارین، تصویر من رو دارین؟ خب اوکی هیچ، ما یه آی پی داریم به نام آی پی لوپ بک. این به درد چی بخوره؟ برای لوکال هاست. یعنی چی لوکال هاست؟ اینطور در واقع IIS رو که بهتون مدام نشون دادم توی کنترل پنل یا همون IIS که دیدیدش واسه سرویس های توی ویندوز رو رام میکنه یا هاست میشه اصطلاحا برای ویندوز. ببین همین چیزی که اینجا دیدید شما، من اومدم هاست یه وبسایت رو بهتون نشون دادم که گفتم بچه‌ها مثلا دیتا هاش رو تو مدیر هاست رفتیم دیدید، یه نمیخوام نشونش بدم بهتون، یه اینجا شما نیاز دارید به یه دونه سیمولاتور، اصطلاحا به یه دونه چی، ما به احتیاج داریم به یک جایی که حالت آزمایشگاه مجازی ما باشه، هر چی کد میزنیم بیاد اینجا، مثلا من کد میزنم اینجا شروع کنم من کد ها رو نمایش دادن و بتونم کد هایی که میزنم رو بتونم ببینم، خروجیش رو ببینم. من از کجا میدونم یه سری کد بزنم خروجیش چیه؟ خب نیاز دارم به یه دونه چی، در واقع به یک جایی که بیاد برای من کد هام رو چیکار بکنه، تفسیر بکنه تو یک آی پی. یعنی چی اینا که دارم میگم؟ ببین الان همین الکترود رو شما وقتی سرچ می‌کنی، انسان معمولا اسم تو ذهنش میمونه، خب الان الکترود ایران زمین تو ذهنت میمونه، فردا گوگل رو اگه بزنن تو ذهنت میمونه، فردا چه میدونم اگه بگن دیجیکالا ذهن دیجیکالا میمونه، سرچ میکنی و میاد بالا. خب بزن دیجیکالا بالا نیاد. شما آی پی نمیتونید حفظ بکنید. پشت این دامنه های شما، پشت این دامنه هایی که دارید میبینید چیه؟ آی پی. از کجا من فهمیدم؟ کارم من کد رو کپی میکنم، میام تو کامند پرامپت پینگ میگیرم، دستوری داره به نام پینگ، کپی پیستش میکنم میزنم. مرسی. میگه که نمیتونید در واقع پینگ بگیرید برای واسه امنیتی، میگه نمیتونید پینگ بگیرید. خب برم سایت خودم پینگ بگیرم، http://www.google.com میذارم پینگ میگیرم خود گوگل رو هستم. اینا پینگ هاشون رو معمولا نباید ببندن. میبینید پینگ میگیریم،
و ایشون میبینه یه IP داره به شما. خب این IP نزدیکترین IP مربوط به سرورش. یه IP داره به من میگه. من پینگ میگیرم l.codeiranzamin.com. ببین یه IP داره من میگه. این رو طرف مثلا من اگه میومدم از مدیر هاست میخواستم به ازش دامنه بخرم، دامنه هاست بخرم، مثلا من میگش به من میگفت که اسم دامنت اینه 135.181.140.6. خب این همه داتا به من میگه حالا برو میخوای این رو معرفش کنی، برو این برابر این رو بذار به مردم بگو چیکار کنم روش کلیک کنم. من همین رو کپی میکنم 135. اگر در واقع من این که خود وبسایت اون جایی که ازش خریدم این رو بسته باشه، ببینید اجازه من نمیدی که من از طریق آی پی بیام، بحثای امنیتی. خب ولی شما کافی هستش که بیاید چیکار کنید، بیاید از طریق چی مثلا اینجا داره پینگ میگیره چه اتفاقی میفته، نام دامنه رو که پینگ نمیگیره، ببینید داره میگه پینگ میکنم الکودی را زمینه ولی آی پی شینه. حالا مثلا اگه بیام اینجا پینگ بگیرم operat.com، ببین داره میگه operat.com آی پی شینه. یعنی شما میتونید چیکار کنید از طریق آی پی که این آی پی اومده به هاست وصل شده و دیتا هایی که توی هاست وجود داره رو شما چیکار میکنید دارید فراخونه. خب این از این اینا رو تو ذهنتون داشته باشید، اینا مهمه. آیا من باید بلد باشم؟ آره بدونی خوبه نسبت به در واقع علمت. الان همینجا این رو میبینید داره این اتفاق داره میفته، در واقع داره یه آی پی رو صدا میزنه که اینجا شما دارید دیتا رو میبینید. خب این لوکال هاست چیه؟ من احتیاج دارم توی این کامپیوتر خودم یه جای مجازی درست بکنم، یه فضای مجازی رو درست بکنم، یه محیط سیمولاتور رو درست بکنم، ویرچوال مجازی رو درست بکنم که بتونم کدهایی که میزنم رو پیاده سازی. خب این آی پی چنده؟ میشه 127.0.0.1 بهش میگن آی پی لوپبک. آی پی آی پی ها چی اند؟ به چه صورت هستن؟ میتونید خودتون برید تو اینترنت سرچ بکنید در موردش اطلاع پیدا بکنید. ولی ما یه آی پی داریم به نام آی پی لوپبک که ایشون هستش. این آی پی چیه؟ برای لوکال هاست استفاده میشه، برای محیطی، برای این آی پی در واقع یک جای هستش که توی ویندوز شما، توی لینوکس شما میتونه قابل استفاده بشه. یک مسیری رو به من بده برای اینکه کارهام رو تست بکنم، کارهایی که مثلا با پایتون می‌نویسم، با زبان مثل پایتون می‌نویسم، با زبان پی اچ پی می‌نویسم، با زبان جاوا می‌نویسم، ویب هایی رو که می نویسم توی این مسیر میتونم تستش بکنم. خب پس ما میتونیم از این آی پی استفاده بکنیم برای کار. خب بریم اسلاید بعدی. دیتابیسی که قرار استفاده بکنیم زمد خواهد بود و MySQL توش میاد قرار میگیره. اینجا در موردش اینجا داره این رو صحبت میکنه و ID. خب ID چیه؟ محیطی هستش یا در واقع نرم افزاری هستش که شما قرار توش چی بنویسید؟ کد بزنید. Integrated Development Environment. خب معمولا همون توی بازار کار بریم یه ID که استفاده میکنی چیه؟ محیط نرم افزاری که باش کد بزنید چیه؟ ما PHP Storm رو استفاده میکنم برای شرکت JetBrains و دانلود میکنیم زمپ رو از سایت زمپ. بریم که این کار رو انجام بدیم توی فیلم بعدی.